درود امیدوارم که روز خوبی داشته باشید در مورد وقایای مهم در عرصه رسانه طی چهار سال گذشته خدمتتون اعلام کردیم که بعد از جنگ جهانی دوم دیگر هیچ اتفاقی در عرصه جهانی به خودی خود رخ نمیده منظور از هیچ نه اینکه به حال یکی از خودش رو دوست داشته دو باشه پرت کنه پایین نه اتفاقهایی که میتونه مدیا و مردم جهان رو تحت تاثیر قرار بگیره توسط اتاق فکرها بر اساس نیاز نظام سلطه جهانی طراحی میشه بر اساس مختزیات زمان اجرایی میشه برای همین اتفاقاتی مثل جنگ اوکراین حتی جنگ یوگسلاوی که باعث شدش کشور یوگسلاوی چند پارچه بشه جنگ عراق افغانستان و امروز جنگ غزه هم از این قاعده مستثنا نیستش و حاصل تفکر اتاق فکراست برای همین میخواستم به چند نمونه از به حال پیش هایی که در گذشته شده اشاره کنم و این رو به یاد داشته باشیم اطلاعاتی که ما در عرصه رسانه داریم بسیار عقبتر و محدود هستش مثل همون هوش مصنوعی که امروز در اختیار بشر هست دوازده سال پیش در اختیار به حال سیستم های امنیتی بوده و اینها به مرور بیرون میاد برای همین میخواستم بر صورت در مورد جنگ غزه و اتفاقات خاورمیانه به یک مقاله رجوع کنم و در مورد این به حال پیش ها صحبت کنم تا متوجه بشید که وقایعی که در حال رخ دادن هست همه بر اساس نیازهای نظم نوین جهانی در حال رخ داد هست ولی خب به هر صورت یک تعریفی اگر از نظم نوین و حاکمان جهان بخوایم داشته باشیم این رو میتونیم به عنوان یک از فوتبال مثلا به عنوان مثال میتونیم فوتبال رو به عنوان یک نمونه یاد کنیم ازش که چگونه فوتبال میتونه یک سمبلی از شناخت واقعیت نظام سلطه جهانی باشه ببینید خب بر صورت فوتبال تعبیه شد قاعده و قوانینی برایش گذاشتن فوتبال که به حال از به اصر حجر نیومده به حال یه قوانینی برایش تعبیه شد و برصورت بازیکن در داخل میدان میرن ولی این فوتبال فقط به عرصه زمین خلاصه نمیشه از تماشاچی مربی کمک مربی مدیر سهامدار و نهایتا رئیس باشگاه هستند که تأثیر گذار هستند ولی خب بازیکنان مربی ها در اون فضا و اون مجالی که بهشون دادن با همدیگه رقابت میکنن جنگ میکنن و برای مقام بالاتر مهم نیستش که حالا اون فوتبالیست مصدوم بشه یا اون مربی درگیر بشه مهم اون هدفیه که نهاد بالایی براش تعیین کرده و نهایتا میرسیم به صاحبان اصلی باشگاه های فوتبال که شاید در به حال پشت صحنه اینها منافع مشترکی داشته باشن ولی خب براشون مهم نیستش که کدوم مربی کدوم بازیکن کدوم تماشاچی کدوم داور کدوم به هر صورت ناظر کدوم تحلیلگر بخوان چه خوراکی رو بدن بر اساس نیاز خودشون الگوریتم های کلی رو تعریف میکنم و درجه درجه پایین تر به حال مدیران مختلف موظف هستند که این الگوریتم ها رو پیاده سازی کنند. الان هم دنیا توسط چندین ابر شرکت بزرگ کنترل میشه و اینها در مجموعه های پایین بر صورت مهره ها چینده میشن و این درگیری ها هم که میبینید درگیری هایی هستش که طبق قاعده بازی هست که شاید مثلا فلان رهبر اسرائیلی هم از خبر نداشته باشه که خودش در درون این ماتریکس قرار گرفته و میبایست این سناریو رو جلو ببره چون به هر صورت آدم هایی که همیشه روی صحنه هستن متر ها و پاپت های سیاسی هستن و مهم اون مشاوره ها و اون خطوط فکری هستش که این رهبران رو هدایت میکنه برای همین مسئله اسرائیل فلسطین اوکراین و برش اتفاقاتی که در خاور میاره می در سر تا سر جهان میفته یک بر صورت بازی هستش برای پیاده سازی پلن نظم نوین که بر اساس خواست سرمایه داران اصلی جهان و صاحبان جهان تعبیه میشه و بر اساس اون قاعد قانونی گذاشتن دیگه یعنی بر صورت یک ارتش سری هست و هر کسی برخلاف اون قاعده بازی کنه میشه برای همین بخواستم برای اینکه یه مقدار به وضعیت خاورمیانه یعنی هم برسات برسیم یک مقاله ای رو اینجا انتخاب کردم که این مقاله مال مارچ 2021 هستش که این رو من تصویرش رو درست کنم همونطور که میبینید برای مارچ 2021 هست یعنی میشه اسفند 1399 حالا برای اینکه بخوایم یک درک بهتری داشته باشیم و شما هم مقاله رو راحت ببینید من این ترجمه میکنم به واسطه گوگل به فارسی این مقاله به عنوان خاورمیانه در سال 2030 چگونه خواهد بود از منظر یک به حال یک اسرائیلی تحلیلگر و نظر اسرائیل خاورمیانه چگونه خواهد بود و بر اساس این اتفاقها و سناریوهای مختلف رو گفته ما حالا کاری به کلیاتش نداریم این زمانی هستش که بحران کرونا شروع شده و دنیا رو تحت تاثیر قرار داده و اومده یک سری مسائل رو اینجا مطرح کرده که چگونه به این تحلیل ها رسیده و ابزارهایی که این تحلیل ها داشته ما به این مسائل کار نداریم و میریم سر سناریوهایی که ما ترسیم کرده ببینید سناریوی که برای خبریم تقسیم کردن در چندین المان خلاصه میشه که زوال تک قطبی همونطوری که قبلا هم در این مورد صحبت کردیم در سند بیسی سازمان ملل امریکا باید تغییر ماهیت بده و از دنیا از حالت تک قطبی به چند قطبی تقسیم بشه به اساس این یک روندی هستش که در خاورمیانه میبینیم که محوال این زوال تک قطبی و تبدیل شدن به چند ابر قدرت که حالا تو خاورمیانه هم جدال هست بین ترکیه جمهوری اسلامی و عربستان برای درست کردن یک هژمونی قدرت این فرایندها رو میبینیم رقابت های منطقه‌ای که خوب مشخصه تفکر اخوانیسم، تفکر وهابی تفکر شیعه و تفکر برسا یک تفکر پانتورکیسم هم هستش که میتونید در منطقه در موردش ببینیم و صحبت کنیم این هم یکی دیگه از بودش که حالا اینا تأثیر گذار هست در آینده دقت کن اینا همش مال سال 1399 هی. نوسانات ایدئولوژیک تکثیر فناوری های خطرناک که فشارهای جمعیتی رو به روش خیلی از کشورهای عربی مخصوصا مصر عراق با افزایش جمعیت رو خواهند شد و حالا به حال مشکلات تقضایی و آبی که در خاور میانه به چشم میخوره باعث میشه که روندهای خاور میانه تحت تاثیر قرار بگیره به حال چشم انداز اجتماعی و اقتصادی مشکلات زیست و تغییر سری فراوری اینها المان هایی بودش که تأثیر گذار هستش در آینده 20 در خاور میانه و اینجا تقاد بر صورت چند به حال شرایط مختلف رو پیش بینی کرده که حالا من این رو به انگلیسی ترجمه کنم راحتتر میشه متوجه شد مولتی لول چس یعنی این یکی از شرایطی هستش که بر صورت مثلا امریکا در داخل یک خاور میانه نقش فعالی داشته باشه و یکیش مکزیکین استنفورد هستش که این رو هم یکی دیگه از شرایط هست یعنی به ارشاد می میخوام بهتون بگم چهار تا پیشبینی مختلف و شرایط مختلف کردن که اینها بر اساس حضور امریکا در منطقه یا دخالت و عدم دخالت امریکا بر منطقه این سناریو ها تعریف میشه حالا ما از اینجا عبور خواهیم کرد ولی خب ارشاد نمونهش هم از این تغییرات اقلیمی و احتمال کمبود آب رو شما میبینیم یک سناریویی بودش که میگم در سال 99 سال 90 سناریوی شطرنج چند سطحی اگر اینو دقت داشته باشید این پیش بینی کرده که واکسن کووید میاد سریع بهبود پیدا میکنه و افزایش پیدا میکنه مشکلات و اپیدمی کرونا رو از بین میبره حالا من به خیلی از مسائلش اینجا کار ندارم که مثلا این هان نمونه هایی هستش که میگه دولت ایالات متحده متحد به مقابله با چالش های خاورمیانه یعنی از طریق دیپلوماسی فعال است اه... یه نمونه دیگرش هم هست اینو پیش بینی هایی که کرده حالا مثلا در پیش بینی که اینجا که ترکیه در ازای دور شدن از روسیه و کمک گرفتن از واشنگتن برای تحقق هدف خود برای تبدیل شدن به یک هاب انرژی مدیترانه کمک دریافت میکنه اتفاقاتی که در حال رخ دادن هست در ترکیه هم میبینی. یعنی حمایت این که بر صورت داره از اوکراین میشه ولی اردوغان تلاش میکنه که خب در چندین نقش بازی کنه ولی عملا داریم میبینیم که با اون اتفاقاتی که در حال رخ داد و بعد از اینکه اردوغان انتخابات رو برنده شد تغییر ماهیت داد و به سمت غرب دوباره سرخم کرد نمونه ای هستش که پیش بینی شده حالا میشه این رو هم نمونه به حال مد نظر داشته باشیم نمیشه به دلیل فشار ایالات متحده و متحده اسرائیل لبنان قبرس یونان و مصر مجبور به شروع ساخت شبکه خطوط لوله گاز به ترکیه هستن و از آنجا گاز به اروپا منتقل میشه این یعنی در این که به حال اگر ترکیه بر اساس اون نیازهایشون بازی کنه ترکیه رو به عنوان یک هاب انرژی مطرح میکنن و اینا هم دیدیم که به در حال انجام هستش تا محدوده ای ولی خب درگیری هایی که کماکان هستش به خاطر روی های خسمانه اردوغان و البته بازیگران منطقه دیگه که به اسرائیل هم هست حالا اینها هم بهش کاری نداریم ولی میخوام به یک نقطه جالبش برسم که میخوام بگم که همه چیز پیش بینی شده بود اینجا اعلام کرده که ملک سلمان در سال 2021 میمیره یعنی در سال 2000 مثلا تو همون 2020 یعنی همون جای جا این روز سالی که این مقاله چاپ شده اعلام کرده که ملک سلمان میمیره و دیدیم که عملا کنترل قدرت الان دست بن سلمان هستش و به هر صورت اعتراضات رو هم این که این حال به صورت نمیتونیم بهش بش در عربستان بعد از که ملک سلمان میمیره اعتراضات رخ میده که این حالا ممکنه چندین وقت دیگه رخ بده و الان ما نبینیم ولی خب به عربستان هم به خاطر این رشد فضاینده تغییرات در به حال اجتماع فضای اجتماعی که به حال دور دور از فرهنگ عربستان هست یعنی سرعت رشد فرهنگ با رو سرعت رشدی که جامعه داره انجام میده برابر نیست و این هم میتونه آبستن حوادثی باشه در آینده و حالا که میبینیم این یه نمونه دیگهش بودش که در موردش صحبت کردش و دیدیم که قدر روابطشون عربستان و قطر هم با هم اوکی شدن و اینجاش خیلی جالب بودش که میخوام یه نمونهش بکنم تا برسیم به اسرائیل ببینید شما این قضیه رو شما داشته باشید یعنی این قضیه که میگه سپس یک تنش زدایی گسترده بین عربستان و ایران رخ میده یعنی این چیزی که روابطی که ایران و عربستان داشتن و دیدیم که ناخداگاه این روابط برقرار شد و با برساد یکی از پیش هم اینه که ایران با ادغام کامل شبه نظام شیر در نیروهای مسلح عراق موافقت میکنه که این هم عملا رخ داد که هشت شبی ادغام شد به ارتش ولی به هر صورت خب نوشته تهران اهرما شده داره این نمونهش هم دیگه صحبتی نمی کنیم میخوام بریم به قسمت بعدی اینجا جناکت جالبی هم که پیش بینی در سال 2022 مرگ علی خامنه ای رهبر انقلاب باعث میشه که تغییراتی در ایران رخ بده که به صورت اون خبری که قبل از مرگ محسا امینی اومد که علی خامنه بر صورت بیمار بستر و قبر قبلش که اومد که علی خامنی قدرت رو واگذار کرده به مشتبه نمونه از این مسائل هستش ولی خب به به خاطر مسائل امنیتی که در داخل جمهوری اسلامی هست هنوز مشخص نیستش که این خبرها واقعی هست یا نه ولی خب طبق شواهد و تحلیل هایی که داشتیم خامنه بین سال 93 تا 96 مرده و این شخصی که الان هستش به واسطه یک مترسکی هستش که توسط بیت کنترل میشه و خب کاری به این موضوع نداریم خامنه ای مرگش 2022 اعلام کرده بود که بعد از اون نوشته بود حسن روحانی بر صورت رهبر میشه و امکان یک توافق موقت جدید رو فراهم میکنه ولی دیدیم که توافق موقت عملا رخ دادش آمریکا برخی از تحریم ها رو لغو میکنه که اولا دیدیم لغو کردش در حالی که ایران برنامه هسته خود رو متوقف میکند فعالیت های مخرب خودش رو در منطقه کاهش میدهد و دیدیم که چنین اتفاقی افتاد و صلح میان اسرائیل و الله سر قضیه مرزبندی برای انتقال گاز عملا با چراغ سبز جمهوری اسلامی رخ داد هشت شبی ملحق شد بردش و عملا جمهوری اسلامی به حال به حال اون محور مقاومتی ساخت الان هم که میبینیم اولا در قضیه هیچ گونه حمایت نظامی نکردش رو کم کردش به اصرار ایران حزب با حل فصل مناقشه مرزی دریایی لبنانی با... لبنان با اسرائیل به منظور توسعه میدان گازی موافقت خواهد موفقت کرد موافقت خواهد کرد یعنی اینم که دربارش توضیح دادیم که دیدیم که این قضیه هم رخ داد اینا دقت کنید اینا همش مال از... تقریبا سه سال پیش هستش اصلاح طلبان اصلاح طلبان در انتخابات پارلمانی 2024 این انتخاباتی که تقریبا 5 ماه دیگه چهار ماه دیگه انترخ میده و دیدیم که دوباره سر وکله امثال جواد ظریف و خاتمی اینا پیدا شد و قضیه قزه تونس یک آب توبه ای رو رو سر اینا بریزه که ارازشه موافقت کنن که دوباره اینا سر پیدا بشه به هر صورت این هم یکی از پیش های جالبی هستش که به نظر من رخ خواهد دادش و اصلاح طلبان در انتخابات و پیروزی قاطع دست خواهند داد که امضای توافقنامه هسته‌ای جدید و جامعتر در سال بعد را تحصیل میکنه یعنی چی یعنی در سال 1403 که بعد از اینکه انتخابات پارلمان انجام شد احتمالا ما یک توافق داشتیم که اینو در من خودم هم به حال در یک توییت خدمت شما عرض کردم که بر گفتگوی مستقیم ایران و امریکا میتونه یک خبر داغ باشه و نهایتا برقراری رابطه میان ایران و اسرائیل و اینم خب اینا جالب بودش که همه رو داریم میبینیم عملا رخ خواهد داد و شرایط چیه موشک های خود رو به 500 کیلومتر محدود خواهد کرد و این امتیاز در ازای گسترش برنامه هسته‌ای غیرنظامی ایران ساخت پنج راکتور که هزینه توسط کنسرسیوم بین‌المللی پرداخت میشود و حال این امتیازات رو میدن و امتیازاتی رو از ایران میگیرن که به صورت این اتفاقا رخ بده به دلیل فشار ایالات متحده و امارات متحده عربی اسرائیل پس از مرگ محمود عباس در سال 2023 شما دقت کنید هم امسالی هستش که غزه تحت کنترل اسرائیل در اومد و داره اینجا میگه محمود عباس میمیره و جانشینش محمد دهلان بر تشکیلات خودگران فلسطین تایید میشه این جانشینی محمود عباس دخالت اسرائیل در مبارزات درون فلسطینی احساس منفی رو نسبت به اسرائیل در جهان عرب به طور کلی در عربستان سعودی به طور خاص برمیانگیزد می شما نگاه کنید که میبینیم در این روشش به این روند هم نزدیک میشیم و, و با حمایت از فلسطین اینجا هم نشون میده یه تحلیل دیگه هم هستش که نوشته که علیه اسرائیل و تحت فشار به خاطر اون اختلافاتی که در منطقه رخ میده عادی سازی عملا متوقف خواهد شد تا بتونه متخ... مخالفانی که مثلا حالا الان سر قضه ناراضی هستن رو راضی کنه یعنی شما دقت داشته باشین که یعنی ما در یک بحران خلعی در سال 2023-2025 در منطقه به سر خواهیم برد که برای عربستان با بر صورت اتفاق و نظرهایی که برای رعادی سازی با اسرائیل هست و این اتفاقات نوشته سال 2025 با فشار ایالات متحده و امارات بر اسرائیل و بر صورت مقبولیت دو کشور فلسطینی و اسرائیل رقم خواهد خورد و بر صورت اسرائیلی ها اسرائیل و فلسطینی ها به عنوان دو کشور شناخته میشه و این میتونه یک سنگی باشه که جلو پای عربستان برداشته میشه برای عادیسازی روابط ولی خب بین اینا نوشته نتیجه تشدید جنگ بین اسرائیل و فلسطینیان که منجر به قطع روابط دیپلماتیک بین اسرائیل و کشورهای عربی از جمله شرکای دیرینه مصر و اردن می شود ببینید این اتفاق رخ داد و اگر هم دقت داشته باشیم این اتفاق عملا رخ دادش و الان میبینیم که بحرین اردن و خیلی از کشورهای عربی روابط خودش رو قطع کردن ولی خب اینها همش در داخل این پلن هستش که در این مورد در موردش صحبت میکنیم بخش دیگه ای هستش که در طول سالهای 2023 2023 ترکیه و کشورهای خلیج فارس اقداماتی رو بر تضعیف موفقیت توافق هسته‌ای جدیدی بین که بین ایران حالا و امریکا رخ داده تلاش میکنه یعنی شما نگاه کنید که باز هم ما یک چالشی رو برای برای آینده ایران پیش بینی کردن که اگر توافقی هم صورت بگیره تلاش میشه که مثلا این توافق به هم بخوره البته اینا همش به حال احتماله و این مدت یعنی بین اون سال که توافق شده و تا 2027 نوشته در این مدت ایران از اروپا دور شده و به مدار روسیه و چین میرود. در سال 2028 اصلاح طلبان در انتخابات ایران شکست خورده زیرا تلاش های دیپلماتیک آنها نتوانسته وضعیت اقتصادی کشور را بهبود بخشد. در سال 2003 ایران اعلام می کند که خیانت قرب و فشار بی امان بر رژیم تهران رو را, را چاره جز ساخت سلای هسته برای تهران چاره جز ساخت سلاح هسته باقی نمیگذارد و آزمایش های زیرزمینی انجام میده این یکی از تحلیلاش بودش از چهار تا تحلیلی که بهتون گفتم تحلیل این از این چهار تا تحلیلی بودش که این سناریو برسا نشون میده که اگر امریکا در منطقه دخالت قوی نداشته باشه و برسا نتواند اون نیروهای همیشگی خودش مثل قطر و عربستان و اسرائیل رو کنار هم جمع کنه میتونه به این سمت هدایت بشه ولی خب شما اگه دقت داشته باشین چندین قسمت از این تحلیل که بر صورت بخش اولش رو براتون تقریبا خوندم به واقعیت ها عملا نزدیک شده یعنی شما یا کنید اسفند 99 کجا امروز که دارم صحبت میکنیم مثلا آبان 1402 کجا برای همین همه اینها در اتاق فکرها و صورت بررسی میشه و بر اساس زمان و ابزار رسانه که دارن اون زمان زمانش رو تعیین میکنن و این اتفاق ها قزم میخوره دیگه یکی دیگه از اون به حال تحلیل ها و آینده نگری که در این مقاله میبینیم سناریوی شماره دو که اسمش گذاشته اجاق گاز تحت فشار که در این سناریو پیش بینی کرده واشنگتن اندکی حضور نظامی خود را در منطقه کاهش میدهد اما همچنان نیروهای قابل توجهی را در خلیج فارس و تا در حدی در عراق و سوریه حفظ می کند. این تحلیل ها هم آخر سر بهتون میگم که اگر شما نگاه کنید این یک مجموعه ای از چهار تحلیل ارائه داده که که همش میتونه در یک تحلیل خلاصه بشه و از هر بخشی شما میتونید یک مفهوم دقیقی از آینده تا 2030 به دست بیارید حالا به اون مسئله کاری نداشتم حالا من این لینک شد تو دیسکریپشن یا توی اینستاگرام و براتون میذارم که اگر دوست داشتین خودتون این رو مطالعه کنید قسمتی از این که برایمون الان بسیار مهم هستش که میبینیم در این تحلیل هم رخ داده ایالات متحده از رویایی مستقیم با ایران به دلیل نگرانی از اینکه ایران به باطلاق دهها سال دیگر کشیده خواهد شد خودداری کنند. این اتفاقی هم که داریم میبینیم که عملا در حال رخ دادن هستن این میبینیم که جمهوری اسلامی و امریکا که در اینجا اعلام کنند که برشت جمهوری اسلامی پاپت گلوبالیسمه اینجا نشون میده که به عنوان یکی از ابزار هستش که هیچ فقط امریکا جنگ نمیکنه این هم به مخاطب خوروندن که ما اگر بریم جنگ بکنیم دوباره در باطلاقی که مثلا مثل عراق و افغانستان اسیر شدیم دوباره اسیر میشیم بخش دیگه اینجا هم هستش که میگه در طول این دهه بین سال 2020 تا 2030 ایالات متحده،, متحده فشارهای پراکنده اما شدیدی رو بر اسرائیل وارد میکند تا پیشنهاد صلح جدید در رابطه با مناقشه اسرائیل و فلسطین پاسخ مثبت دهد دیدیم که اسرائیل هم در زمانی که به هر صورت این اتفاق رقم خورد نتانیاهو و حزب افراطی لیکود موافق ایجاد دو کشور نبودن و دیدیم که بعد از اینکه گلوبالیستا فشارها رو از سطح اجتماعی به نتانیاهو وارد کردن و موفق نبودن بعد از اون قضیه تغییر قانون اساسی و از بین بردن قدرت به حال دیوان عالی کشور اسرائیل که باعث ایجاد دیکتاتوری میشد دیدیم که سناریوی حماس ایجاد شد که با تضعیف اسرائیل از داخل و اون خلای امنیتی که نتانیاهو برسا ایجاد شد و نتانیاهو رو به پایین کشید اون اتفاقی در هفت اکتبر افتاد باعث میشه که گلوبالیستا تلاش کنن نتانیاهو رو آرام آرام همزمان با حذف حماس و, و امتیاز دادن به برسا نتانیاهو برای جبران اون حرف اون برصورت به حال اون اتفاقاتی که در هفت اکتبر رقم خورد این باعث خواهد شده که همزمان هم حماس هم از بین بره هم نتانیاهو تثبیت بشه ببخش اگر من صحبت می کنم یه مقدار تو لایو هستش یه مقدار مشکل هست که همزمان دو تا مانیتور رو به حال هندلش کنیم برای همین هستش که اینجا اعلام میکنه که فشار میاره و این اتفاقایی هم که داریم میبینیم فشارهایی هستش که گلوبالیستا علیه افراتیونی یهود میارن برای ایجاد دو کشور اما اینجا نمیشه اما به دلیل مانوف تفرامیز دولت, های... دولت اسرائیل و فلسطین این اتفاق هم چندان زیاد محبوب نیست یعنی این آنچنان حالا این یه ذره گوگل خیلی بد ترجمه کرده اگر انگلیسی انگلیسیشو بذارم خیلی راحت تر میتونم در مورد صحبت کنم ولی خب خواستم که شما هم در این مورد بمونید اسرائیل و حماس مکررا درگیر درگیری های شهید و خشونت آمیز هستند که منجر به هیچ گونه تغییر استراتژیک نمیشود که از دور بعدی جنگ جلوگیری کنند این یک چیزی بودش که به دیدیم که غلط از آب در اومد و دیدیم که این کار نمیتوانست اون هدف رو دو جلو ببره یعنی تشکیل دو کشور فلسطین و اسرائیل و دیدیم که حماس حمله کرد و باعث شدش که اسرائیل این قده به حال بدخیم رو از حماس به پاک کنه ولی خب به حال اون چالش هایی که اسرائیل خواهیم دید در آینده باش رو به رو خواهد شد باعث میشه که حزب نتانیاهو هم تضعیف بشه و عملا سقوط کنه یک بخش دیگه هم هستش که اسرائیل در یکی از این حوادث غزه را مجددا اشغال میکنه یعنی اینم یکی از چیزاش هستش که دوباره تعبیه کرده که اگر شما نقد کنید جایی که من براتون هایلایت کردم اسرائیل در یکی از این حوادث غزه را مجددا اشغال کرد. اشغال خواهد کرد و سپس پس از یک سال به عنوان بخشی از توافق مذاکره شده به تشکیلات خودگردان اجازه میدهد که غزه را مدیریت کنند این دقیقاً اتفاقی که در حال رخ دادن هستش شما ببینید غزه اشغال شدش امروز هم اعلام کردن که حداقل تا یک سال نظر امنیتی اسرائیل بر غزه حکم خواهد کردش و عملا توافقی که بلینکن با محمود عباس کرد که امروز شایعه ترورش هم روی عرصه خبری ظاهر شد به این مورد اشاره کردن که اگر کمک های بینرالی باشه و اگر هماس پاکسازی بشه انتقال قدرت رو به محمود عباس واگذار میکنم و میبینیم که این اتفاقها همه در سال 1399 پیش بینی شده یک جای دیگه هم هستش که اینم که در حال رخ میبینیم اجماع دو حزبی علت متحده در مورد اسرائیل همچنان در حال فروپاشی است یعنی الان هم میبینیم که بین دموکرات ها و جمهوری برای کمک به اسرائیل عملا اجماع داره از بین میره و این نمونه دیگه ای بودش از این تحلیل که حالا اگر ببینم جای دیگه هم که قابل چون من این رو به انگلیسی مسلط بودم فارسیش کردم آنچنان داشت خالد شد حالا میریم سناریوی بعدی که تحلیل کرده اه... که باید در مورد صحبت کنیم نیروهای آمریکا از عراق و سوریه و افغانستان خارج می شوند این سناریوی که آمریکا نیروش کشیده بیرون این هم تیز شدیدیم شد که از عراق کم کردن نیرو خارج شدن تقریبا از افغانستان خارج شدن سوریه البته نه کامل ولی خب حضورشون رو خیلی کم رنگ کردم و جالبه نمیشه حضور آنها در, در, و در خلیج فارس کاهش میابد این اقدامات با شورش مردمی ایران تسهیل میشود یعنی چی؟ یعنی وقتی که امریکا نیروهای خودش رو از منطقه کم کرد یک اتفاقی باعث شورش مردمی میشه و دیدیم چه این اتفاقی در سال 1304 1300, س... 1300. 1401 هم رخ دادش و جمهوری اسلامی رو سرنگون می کند این هز رخ داد ولی وسط بازی دوباره بازی عوض شد این قرار بود چنین اتفاق بیفته ولی بازی عوض شد و بازی رفت به سمت اینکه محسا امینی و سناری زن زندگی آزادی پایان براندازی جمهوری اسلامی باشه به شرط و شروع ها که اینجا جاش نیست در این مورد صحبت کنیم که جمهوری اسلامی را سرنگون میکنه و یک حکومت ملی سکولار را جایگزین آن میکرد با این حال به زودی آشکار میشه که دولت جدید جاه طلبی های هژمونی که رژیم باستانی را حفظ کرده است یعنی نشون میده که حتی اگر ایران رو هم یه دولت سکولار بگیره به خاطر اون بر صورت پیشینه تاریخی و ملیگرایی که در ایران هستش ایرانیا حالا این بار بدون عبای شیعه میرن به سمت برصورت اون به اون دوران هخامنشی و ساسانیان و بتونن یک امپراتوری ایرانی رو ایجاد کنن بعد از ایجاد این میگه خط گسل ایرانی و عربی در منطقه باعث احیای ناسیونالیسم عربی و تلاش برای افزایش همکاری های اقتصادی سیاسی و نظامی بین کشورهای عربی خواهد شد سعودی ها و مصری ها بلوکی از کشورهای ضد ایرانی رو تحکیم میکنند رژیم اسد در سوریه بار دیگر به اتحادی عرب برمیگرده و در ازای تلاش ها برای کاهش نفوذ فعالیت ها ایران در قلم روی خود مورد استقبال اتحادیه قرار می‌گیرد. اینم این تا حدودی انجام شد ولی خب میگم بازی ها رو شما باید یک،, تحلیل کلی هست یه بازی کلی هستش که در لابلای خطوط این تحلیل ها گم شده و این هم امروز نمیخوام در مورد به حال بگم حتما اینا رخ داده اگر میخوام فقط مثال بزنم که این اتفاق همه رقم خورده همه پیش شده و چه روزی که میبینین یک هو حماس حمله میکنه و بازی ها رو عوض میکنه زمان سر زمان و مکانش دقیقا توافق شده و حال حال برشاد ممکنه صد درصد نتوانند نتوانن کامل اجرا کنن ولی خب بر اساسش پلن های مختلفی دارن اگر پلن A نشاد بی سی همین به همینجور جلو میرن که بتونن هدف کلی رو برصورت داشته باشن اگر حالا این پلن را داشته باشیم رژیم اسد دوباره برمیگرده به کشور اول بعد ایران چه میکنه سپس ایران همکاری خود را با جدای طلبان کرد در عراق سوریه و کرد عراق و سوریه افزایش میده تا اهرام فر... خود رو افزایش داد و ترکیه نیز تلاش و نیز تلاش میکند بر اساس برخلاف این آب رودخانه عرض رو منحرف کند و ایران را با کمبود آب در استانهای شمالی استانهای شمال شرقی خود مواجه کند حالا این هم یه تحلیلی هستش که میبینیم در بعضی موقع های تیکوتاکی میخوره و میره به اون سم مسکو از تغییرات تهران به عنوان فرصتی برای تحقق هدف هدف مبتنی بر ایجاد یک کار تلگاز طبیعی در میان چهار تامین کننده بزرگ یعنی روسیه ایران قطر و ترکمنستان استفاده میکنه یعنی این اوضاع که قرار در اغرب بشه روس ها از این قضیه استفاده میکنن که بتونن به صورت اعمال قدرت کنن حالا نکته مهمش چه من انگلیسی هایلایت کرده بودم اینا رو فارسی کردم که حالا با زمین توانایی گوگل ولی خب گوگل متاسفانه 100 درصد درست ترجمه نمیکنه اختلاف فراوان بین قدرت‌های بزرگ مانع از توانایی‌ها در جلوگیری بروز درگیری های منطقه میشن میدونین که به مصر اتیوپی و سودان به خاطر اون صد که اتیوپی داره انجام میده روی ورودی های رود نیل یکی از بحران های بلقوه هست که میتونه بلفل بشه چون به صورت آب رودنیر برای مصر حیاتیه و عربستان امارات قطر با نیروهای نیابتی خود در سودان اریتره اتیوپی تلاش میکنن که به نفع خودشون معادلات رو تغییر بدن و این هم نوشته که به اون جنگ در مصر شروع خواهد شد در نیمه دوم دهه یعنی از سال 2025 خشونت های پراکنده توسط چپ و عراق به خلیج فارس سرایت کرده و منجر به حملات زیر ساخت های از جمله ایستگاه های پمپ باج و خطوط لوله میشه با این حال مازاد تولید و کاهش تقاضا به این معنی نیست که قیمت ها بالا نمی رود در سال 2019 باقی میماند. حالا اینجام نوشته که در سال 2027 مصر اولین کشوری هستش که بمب هسته‌ای خودش رو امتحان میکنه یعنی زمان ایران نخواهد بود در این سناریو کاهش فشار ایران بر... کاهش فشار آمریکا بر ایران امکان تغییر رژیم را از بین نمی برد اما رژیم جدید ممکن است وارد مدار غرب نشود یا جاه طلبی های هژمونیک و هسته‌ای رو از دست بدهد این مسئله هستش که خیلی باید بهش دقت کنیم که چرا نظام سلطه جهانی اجازه نمیده که آخوندها از بین برن چون به هر صورت این سرخوردگی که ایرانیا پیدا کردن اگر یه یک شخص ملیگرایی که به هر صورت الان میتونه نظامی باشه وارد ایران بشه به هر صورت اون خوی امپراتوری که در داخل ایرانی ها و تک تک ماها هست میتونه دوباره یک بمبستی رو برای نظام سلطه و گلوبالیست ها ایجاد کنه برای همین تلاش میکنن که کماکان از آخوندها باج بگیرن و حمایتشون کنن و جالب این که جاه طلبی های رو به روش ترکیه و ایران ممکن است ناسیونالیسم عربی رو به عنوان یک آرمان یا ایده سیاسی متحد کنند و در متن یا کنند و با کفو کاهش نفوذ و حضور ایالات متحده در خاورمیانه می تواند به عرصه رقابت استراتژیک بین روسیه و چین تبدیل شود این در بودش که امریکا از منطقه خارج میشد و برسا خروج شد امریکا هم اتفاق خوشایندی حتما نمیتونه باشه به حال روسیه و چین هم به عنوان دو برابر قدرت بودن ولی خب در یک بازی خیلی زیبا روسیه که به حال یک ابر قدرت جهانی بود درگیر اوکراین شد اسرائیل هم که یک ابر قدرت منطقه فعلا دولتش تضعیف شده و درگیر حماس چین هم که به خاطر اون کشمکش هایی که در تایگان هستش رو میبینیم که آنچنان در زمینه های نظامی فعالیت در خاورمیانه نداره و باز میبینیم که امریکا به خاورمیانه برگشته و محتملا یعنی همیشه وقتی اخبار رو هم نگاه بکنی و تاریخ رو مرور کنیم میبینیم که وقتی میخوان اتفاقی در یک نقطه رقم بزنن چند تا اتفاق مختلف در یک نقطه مختلف ایجاد میکنن که ذهنها متفرق بشه و بعد در اتفاق اصلی رقم خواهد خورد مثلا وقتی میخواستن در ایران کودتا کنن دیدیم شوروی درگرم افغانستان شد و اون موقع حال دنیا دو قطبی بودش و عملا اسرائیل هم به واسطه جنگی که میانش با اعراب رخ داد در یک برصورت موزه ضعفی بودش برصورت پیروز شد ولی آخرین جنگی که عملا مثل جنگ یومول همین هفته اکتبر بود در روز یومول کپور افتاد و دوباره کیپور حالا میگم اصلاح کنید و همین دوباره غافلگیری شدن یهود ها اونها در موزه ضعف بودن ولی خب دیدیم که نهایتا بزرگترین اتفاق خاورمیانه تغییر نظام ایران بودش که به واسطه حمایت انگلستان امریکا و گلوبالیس گلوبالیسم جهانی رقم خوردش برای همین اتفاقها مشابه داریم درگیری عرب و اسرائیل درگیری بر صورت روسیه و اوکراین و نهایتا ممکنه مهمترین اتفاق در ایران رقم بخوره تغییر یا ماه تغییر ماهیت نظام ولایی که میتونه نقطه عطفش اعلام مرگ علی خامنه ای باشه یک سناریوی دیگه هم هستش که به عنوان بخش آخر در مورد صحبت میکنیم این اومده اعلام کرده که بحران اقتصادی جهان از, بعد پس از کرونا ادامه مییابد و قیمت های نفت باقی میمونه که این خب این اولش هم رخ نداد و دیدیم که قیمت های نفت بعد از این مدت بالا رفت و این نکته خیلی بسیار جالبه میگم از لابلای خطوط بخونید بالا آمدن سطح دریا این قسمتش جالبه بالا آمدن سطح دریا همراه, همراه با زلزله در, در دریای مدیترانه در سال 2025 ببینید اتفاق در زلزله ترکیه افتاد یعنی در سال 2023 آب دریای مدیترانه بالا اومد و شهر اسکندریه ترکیه رو تقریبا غرق کرد زلزله اومد و بر صورت چندین هزار کشته رقم زده که نزدیک 70000 هزار تا به گفته خود دولت و بیشتر از 100000 هزار تا به گفته منابع میدانی و خیلی جالبه که این اتفاق داره رخ میده اعلام کرده حالا این گفته 2025 خب میگم این اصلا یک تحلیلیه فقط ما باید میگم این نیستش که بیان برای شما پیش بینی کنن بعضی افراد میبینن که یه دونه مجله گرفتم به عنوان سند میان در موردش صحبت میکنن میگن آره این اتفاق داره میفته نه اینها مهم اینه که شما زمان مهم نیست مهم اینه که خبر رو بخونید و بدونید که اینها همه پیش بینی شده است حالا به واسطه اون تکنولوژی که دارن حالا زلزله ایجاد میکنن و اعلام کرده که 2025 رئیس جمهور مصر استفاده می میده و یه دوره نارومی داره در نیمه دوم اسرائیل از ضعف نسبی مصر و کشورهای حاشیه خلیج فارس برای گسترش همکاری با آنها بهره میبرد والا اینم چیزی نیست ولی خب یه جا پیش بینی جا پیش بینی کرده که در این از که یعنی اگر شما دقت کنین ربطی نداره که اصلا اینا توی تحلیل های مختلف مثلا خوش سالی ربطی نداره به جنگ بشه یا نشه در منطقه نشه خوشکارسی در ایران به موجی از اعتراضات منجر می شود که رژیم را مجبور می کند تا اقدامات شدیدی را برای سرکوب مخالفان انجام دهند یعنی ما یک دوران دیگه هم خواهیم داشت حالا چه زمانی باشه 2026 2027 ما به خاطر اون کمبود آبی که در ایران برای ما درست کردن که به در یک برنامه در موردش توضیح دادیم که به خاطر اون دیوار ای که درست کردن و اون ست های اشتباهی که عملا باعث شد ایران خوش بشه در دور ایران یک کمربند ای راه اندازی کردن و به واسطه این به حال باعث شدن منابع زیرزمینی آب از بین بره و عملا باعث رشد سرطان در ایران شد و دیدیم که ببینید جهشش سرطان از دهه هفته تا به امروز چقدر در حال رشد هستش یکی از دلایلش به خاطر تغییرات زیست محیطی هستش که یکی از دلیلاش هستش که به خاطر این ورود اورانیوم ها مواد رادیواکتیو به آبهای زیرزمینی و بعد از اون به حال به خاطر کشاورزی یا استفاده از دامداران میبینیم که چقدر سرطان در ایران رشد کرد و نهایتا فرونشست زمین ها به علت و حال برداشت بیرویه آب به خاطر اون خویستالی و اون حماقت هایی که جمهوری اسلامی بر موظف بود انجام بده یک بحرانی هم ما در آینده به خاطر کم آبی داریم که این بحران مطمئلا ممکنه حتی بین مردم بین خودی ها اتفاق بیفته به خاطر آب <تص> و نوشته که اینجا به حضور اگه این اتفاق بیفته اسرائیل هم استفاده میکنه حمله میکنه حزب به اون چند تا حمله میکنه به اونها ولی بر صورت تهران هم جواب میده ولی خب ایران اسرائیل حمله میکنه به زیر ساخته ایران رو بر صورت میزنه این جنگ بیشتر از سه روز طول نخواهد کشید اما در اثر این حملات موشکی دقیق های قابل توجهی به زیر اسرائیل وارد میشه ایران قصد دارد برنامه خسته خود را در سایت های زیرزمینی بهش که به شدت مستحکم کرده سرعتش را افزایش بده و خب این یک به یه پلنی هست نوشته بعد از تثبیت اوضاع در تهران و پایان دادن به نارام... نارامی ها که حالا معلوم نیست حالا بعد از اون خوشسالی باشه دولت ایران سیاست افزایش حمایت از شبه عراق رو در منطقه افزایش میده دیگه ترور اسلامی رادیکال که پس جنگ حزب الله تهران این همه اتفاقی هستش که به رخ دادش نمیشه ترور اسلامی رادیکال که پس از جنگ و حزب الله تغییر رژیم در اردن در کنای... کرانه باختری سرمیکه اسرائیل رو مجبور میکنه تا آن سرزمین رو دوباره اشغال کنه یعنی دوباره میگه علاوه بر اینکه ما الان یک بره داریم غزه اشغال میشه و نهایتا اگر اون تفکرات گلوبالیستا نتونه اداره کنه اسرائیل آماده میشه برای اینکه کل به حال فلسطین رو به عنوان یک کشور به نام خودش بزنه دیگه اینم که اگه براتون عرض کنم که این سناریو شما که خلای بزرگ دیگه این مسئله مهم است یعنی مهمترین بحث بحثی بودش که در مورد اتفاقات غزه مرگ علی خامنه‌ای مرگ بن سلمان و روابط ایران و عربستان که رخ داد میتونیم در مورد صحبت کنیم برسان جام بازم تاکید کرده که توافق ابراهیم تغییر برگشت رو در پویایی بین اسرائیل و کشورهای عجب ایجاد نمیکنه و دیدیم که عملا این رخ داد اون توافق عملا مثل توافقی که برجام بود که به حال گلوبالیست‌ها امضا کردن و ترامپ اومد زدش نابودش کرد الان هم که جو بایدن توافق ابراهیم رو معلق کرده و این اتفاقی که رخ داد باعث که یک فلاش بک به عقب بزنن نوشته تغییرات رژیم در جمهوری اسلامی تضمینی برای مهار جاه طلبی های منطقه یا هسته تهران نیست و هر گونه منافعی که از سقوط رژیم حاصل شود بدون دخالت قابل توجه غرب متوان زود گذر باشه یعنی این مسئله رو شما اگه دقت داشته باشین که اگر به این اتاق فکر به این نصیر رسیده که اگر ما حتی آخوندها هم برداریم هر کسی دیگه بیاد ما دوباره درگیر هستیم پس تا زمانی که نتونیم این چلنج رو مهار کنیم نظام جمهوری اسلامی میمونه برای همین تا سال 2030 من به شما گفتم در داخل ایران انقلابی رخ نخواهد داد و حالا ممکن تغییر بشه تغییر ماهیت بدن که بتونن مردم رو نرم کنن ولی انقلاب رخ نخواهد داد دستیابی به هسته ای توسط سایر کشورهای خاورمیانه ممکن است توسط ایران آغاز نشود یعنی ایران میگن که بهاشت ایران بهانه باشه شاید مصر اولین کشوری باشه که بخواد به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه باز فرسایش حمایت دو حزبی از اسرائیل در واشنگتن به طور به طور بالقوه به دلیل دو قطبی شدن سیاسی در ایالات متحده یا عوامل مختلف دیگر مانند دشواری در مدیریت رقابت قدرت‌های بزرگ تشدید می‌شود ممکن است واشنگتن نه ممکن است از, از حمایت دیرینه خود خارج کنه این اتفاقی هم که حالا به در حال رقم خوردنه و ولی خب دیدیم که اسرائیل تلاش می کرد از زیر سیطره امریکا بیرون بیاد ولی اتفاق که رقم خود یادآور کردش که اسرائیل بدون امریکا ظرف کمتر از 48 ساعت توسط به حال مهره های گلوبالیستا و کشورهای عرب خورده میشه این یک مبحث طولانی شد در این لایف حالا اگر امیدوارم که در بحث بعدی بتونیم یک مقدار جزئی تر بهش بپردازیم فقط این رو به خاطر این مسئله گفتم که خیلی از دوستان سوال میکردن که چرا شما میگین همه چیز پیش بینی شده است میگم یک نمونه یک مقاله که دست همه است و شما میتونید این قزله رو سرچ کنید پیدا کنید مطالعه کنید و ببینید یک اتاق فکری که مثل همین میدلیست انستیتیو تونسته این مساله رو به حال در تحلیل کنه و ایرون ارائه بده به حال ش... به حال مثل به حال یادم رفتش کلمه سازمان های امنیتی مثل موساد سیا و ام 6 و داشتن نفرات و اطلاعات خیلی بیشتر و با داشتن بر صورت ابر کامپیوتر هایی که به راحتی می اتفاق مرت... آینده رو آنالیز کنم و نتایج رو اعلام کنم میتونه تاثیر بسزایی رو در بازسازی بازسازی نظم نوینی که در حال ایجادش هستن داشته باشه و تمام اتفاقهایی رو که ما در حال دیدنش هستیم رو از قبل برنامه‌ریزی کرده باشم برای همین به شما میگویم برگی از درخت در دنیای سیاست نمیفته اگر فکری پشتش نباشه و هدفی برای همین مطمئن خواهیم بود که لا تحلیل شخصی من خوب اینه که جمهوری اسلامی تغییر ماهیت میده و اینها جنگ اوکراین جنگ اسرائیل اینها همش یک بازی انحرافی هستش مهمترین اتفاق اعلام مرگ خامنه ای و نظام بعدی در جمهوری اسلامی هستش که میتونه یک چلنجی باشه و در این مقاله هم دیدیم که اشاره کرده به آینده ایران تا 2024 تا 2024 تا 2028 و باید دیدیمش که در, در مجموع این اتفاقات چه چیزی برای مردم ایران رقم خواهد خوردش ولی خب ما مهم...